سلام این جایزه برای فیلم مستند کاپیتان من به من به نمایندگی از گروه همکارانم هم در ساخت این فیلم مستند اهدا شد این فیلم مستند در سینمای گروه هنر و تجربه در واقع نمایش عمومی پیدا کرد و خوشبختانه فیلم مستند پر مخاطبی هم شد در بین مستندهایی که به پرده سینما میرسن و این سبب خوشحالی من و همه دوستانم هم هست به این جهت که حالا یک فیلم مستند علمی در مجموعه مستندهایی که به پرده سینما میرسه در دسترس علاقه مندان فیلم های مستنده و عموم مردم که میتونن حالا به سالن سینما برن و فیلم مستند علمی ببینن کار اصلی من در طی این سالها ترویج علم بوده با ابزارهای رسانه‌ای مختلفی که در دست رسه حالا میخواد رادیو تلویزیون باشه یا تولید یک پادکست فیلم های آموزشی یا مستندی مثل مستند کاپیتان من کار اصلی که ما انجام میدیم ارتباطگری علمه سعی میکنیم جزئیاتی از زندگی روزمره رو همراه با مفاهیم علمی بهشون پاسخ بدیم به پرسش ها و سوال که پیش روی انسان وجود داره علم در مواجهه با پدیده های مختلف چه جواب به ما میده بخشی از این جواب ها رو میتونیم در مستند های علمی ببینیم در برنامه های رادیو تلویزیون ببینیم و کوشش اصلی ما این بوده که تفکر علمی و بینش علمی رو به مخاطبانی که به هر طریق باهاشون در ارتباط هستیم ارائه بدیم برای اینکه کیفیت زندگی ما میتونه بهتر بشه و شاید چالش و گرفتاری اصلی زندگی ما تا اطلاع سناوی ناآگاهی تاریکی و خرافاته که امیدوارم که این مسیری که در واقع دنبال میکنیم کمک بکنه به روشنایی بیشتر آقای علی معلم که شاید افراد همسن سال من ایشون رو به واسطه برنامه های سینمایی تلویزیونیشون میشناسن و به نوعی بخشی از خاطرات جذاب ما از تلویزیون به واسطه حضور ایشون به عنوان یک معلف در برنامه سازی تلویزیونی برنامه سازی سینمایی در تلویزیون که خاطرش برای همه ما ماندگاره البته که فعالیت جورنالیستی ایشون در حوزه مطبوعات هم که دیرپا بود و یادگار با ارزش ایشون در واقع جشن حافظه که در ذهن همه باقی مونده و اینکه فارق از دخالت شاید مراکز دولتی این جایزه و این مناسبت هر سال تداوم پیدا کرده و امسال در واقع بیش از دو دهه هست که داره برگزار میشه همچنان خبر بسیار خوشایندیه که این مسیر و این راهی که ایجاد شده باقیه امیدوارم که این راه همچنان باقی باشه و در واقع سالهای سال شاهد برگزاری این جشن باشیم اینکه در واقع یک جریان خصوصی داره جایزه حافظ رو برگزار میکنه فرصت مختنمیه برای اهالی سینما و تلویزیون برای اینکه بتونن خودشون رو در معرض ارزیابی عمومی قرار بدن ارزیابی که فارق از نگاه های سیاست زده هستش من فکر میکنم شاید اصلی ترین نقطه عطفی که برای حافظ وجود داره جشن حافظ وجود داره همین نکته هست که محل گرد هم اومدن آدم ها با سلیقه ها و دیدگاه های گوناگونه برای اینکه بتونن کنار هم باشن از این راهی و از این همدلی بتونن از این فرصت استفاده بکنن که بیشتر از پیش با همدیگه همراه باشن